اکثریت خانم های شیک پوش دوست دارن یه همچین مدل کتی داشته باشن، چون که هم شیک و زیباست، هم میشه روی انواع لباس مختلف اینو پوشید و هم برای مجالس مختلف هم کاربرد خودشو داره. درود دوست خوبم، نادری هستم با آموزش کامل دوخت این مدل کت آستردار. همونطور که متوجه شدین این کت در این قسمت یه بروشی خورده، بروش عصایی تا اینجا و از اینجا به بعدم یه جیب نمادار با نقاب و فیلتابی. با یقه ایستاده و آستین کت دو تکه. اگه در تهیه الگوی اولیه عصایی یا آستین کت دو تکه مشکل داشتین، من لینک آموزش اونو براتون در کانال میذارم، میتونین برین اونو ببینین. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه و بتونین با استفاده از این آموزش این کت زیبا و شیک رو برای خودتون بدوزین. الگوی مورد نیاز برای تهیه این کت الگوی اولیه یا پایه بالاتنه قسمت پشت و قسمت جلو به اضافه الگوی آستین دو تکه کت. تنها تغییری که برای این کت ما لازم داریم تغییریه که روی بالاتنه قسمت جلو باید انجام بدیم. اگر خواستین جادگمه داشته باشه براش جادگمه میذارین، در غیر این صورت جادگمه هم براش نمیذارین. مدلی که من در نظر گرفتم بروش عصایی داره و در این قسمت هم یک جیب نما داره. میتونین از پنس سرشانه استفاده بکنین. اگه این قسمت هم اینجوری بروش بزنیم و اینو جدا بکنیم، این میشه همون بروشی که روی کت داریم. به این ترتیب این بروش اینجا ایجاد میشه و موقعی که این قسمت رو دوباره روی این قسمت ما دوخت میزنیم و این خط رو هم روی این خط دوخت میزنیم، بین این دوتا میتونیم نقاب جیب رو بذاریم و همون جیب تزئینی رو اینجا ایجاد بکنیم. الگوها رو گذاشتیم روی دولای باز پارچه. و این قسمت هم که سجاف بود که دوباره اینم گذاشتیم روی دولای باز پارچه، الگوها رو برمی‌داریم. برای قسمت پشت هم همچنین. اینم آستین دو تکه یک کت بود، اینم جداگانه هر کدومشون رفتن روی دولای باز پارچه که این جاها رو باید حتما طرف سمت راست این بروش ها رو حتما باید موقعی که تطبیق میدین روی هم علامت بزنین که کجا را به کجا دوخت میزنین. برای آستر اون قسمتی که سجاف داشت دیگه از آستر بروش نمیزنیم، آستر نمیخواد، خود سجاف نقش همین آستر رو بازی میکنه. از اون به بعدشو عین همون بروشی که برای خود کت زدین براش هم آستر تهیه بکنین. برای قسمت جلو هم منهای سجاف گذاشتیم روی دولای باز پارچه، فقط در وسط پشت به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متر اضافه بذارین که بعداً اینو به حالت یک پیلی در وسط پشت دوخت میزنیم. برای آستین هم همین کار رو میکنین، میذارین روی دولای باز پارچه، فقط یه مقدار اینو کوتاه‌تر میگیرین، حدود 2 سانتی متر. اولین دوختی که میزنیم دوخت عصایی.
این قسمت هایی که حالت جیب دارن، در واقع جیب نیست، متر داخل بشین و یه دوختی به این شکلی که من الان دوخت زدم بزنین روش. اینو میذاریم ما بین این بروش عصایی و اینو یه دوخت بزنین. این قسمت فیلتابی به اندازه کمتر از 1 سانتی متر باقی بمونه خوبه. پهناش. این گوشه رو باید یه چرتی بزنین. اگه چرت نزنین بر نمیگرده. حالا این قسمت رو روش بر میگردانین و دوباره دوخت میزنین. رو این گوشه خیلی دقت کنین. این گوشه خیلی باید با دقت دوخته بشه. اگه فکر میکنین نمیتونین زیر چرخ این کار رو انجام بدین، ابتدا اینو کوک بزنین به این حالت. این گوشه نباید چروک داشته باشه، باید دوختش خیلی دقیق باشه. بعد سجاف رو روی قسمت جلوی کت که قبلا بهش لای چسبی زدیم دوخت میزنیم. دوختتون رو روی لبه لای چسبی انجام بدین. همین حدود 1 تا 2 میلی‌متر از لای چسبی داخل برین و دوخت رو بزنین. این گوشه رو خیلی با دقت دوخت بکنین. حدود 3 سانتی‌متر من داخل حلقه گردن شدم و اینم دوخت زدم برای مدلی که برای مدل یقم خواستم. موقعی که این 3 سانتی‌متر رو با دقت اندازه گرفتم، چند تا دوختم بر میگردم که این قسمت شکافته نشه. اینو یه چرتی بزنین. زاپاس دوخت رو قیچی بکنین. این گوشه رو هم قیچی بکنین و بر میگردانیم. این همین دوختی که در بروش عصایی قسمت جلوی کت انجام دادین، همین کار رو برای آستر هم انجام بدین. این گوشه رو دوباره چرت میزنین. بازم این گوشه رو دقت کنید. اینم که قسمت عصایی بود کاملا سر جای خودش قرار گرفت. حالا سجاف رو وصل بکنین به آستر. آستر و سجاف و به این ترتیب قسمت جلوی کد آماده شد. هم آستر هم سجاف. برای قسمت پشت هم که وسط خط پشت رو دوخت بزنین، آماده بکنین و باید حالا در سرشانه ها جلو و پشت رو به هم وصل کنین. ابتدا قسمت رویه یعنی پارچه اصلی رو در سرشانه ها به هم وصل بکنین. دقت کنین من هر کاری که انجام میدم اتو هم میکنم، چون آستر کشی که بشه دیگه بعدن اتو کشی خیلی سخت میشه. اگه تا اینجای کار آموزش برات مفید بودی اونو لایک کن، نظرات خودتو برام کامنت کن و اگه عضو کانال نشده ای کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم که بزنی هم کلی آموزش های قبلی رو دریافت میکنی، هم به محض اینکه من یه آموزش جدید بذارم برات پیغام میاد. برای وسط پشت آستر یادتون باشه ما به اندازه 2.5 تا 3 سانتی‌متر اضافه براش گذاشتیم. ابتدا خط دوخت رو مشخص بکنین، بعد اون قسمتی که علامت زدین و اضافه گذاشتین رو هم باید به اندازه 3 تا 4 سانتی‌متر موازی با دوخت قبلی دوختی بزنین، چون ما میخوایم اینجا یه پیلی دوقلوی کوچک داشته باشیم که موقعی که حرکت میکنین حلقه آستین پشت مورد فشار قرار نگیره. موقعی که دست رو حرکت میدین حلقه آستین در قسمت پشت از هم باز میشه. بعد از اینکه این قسمتم آماده شد، حالا باید سرشانه این قسمت آستری به سرشانه آستری قسمت جلو وصل بشه که آماده دوخت بشه. باید دوختشون رو انجام بدین.
اینم سرشانه سجاف. خط پهلوی کت رو هم به هم وصل بکنین. خط پهلوی آستر رو هم به هم وصل بکنین. دقت کنین خط دوختی که در عنوان ما برش داشتیم اینجا رو به بالاست. خط پهلوی آستری. اینم که حلقه آستینه. وقتی که کلی دوختها رو انجام دادین، حالا پایین لباس رو باید تو بذاریم. برای تو گذاشتن پایین لباس یه چرت کوچیکی از سجاف به بعد روی لباس بدین، بعد خطوط رو منطبق کنین روی هم. قبلا هم چون خط اتو انداختیم خطا مشخصه، بعد از اون چرتی که زدین مقابل سجاف مستقیم اینو دوخت بزنین. چون آستر را 2 سانتی متر کوتاه‌تر گرفتیم از رویه، موقعی که این دوخت رو اینجوری منطبق می‌کنین روی هم و برمیگردانین، می‌بینین که کاملاً این قسمت تو رفته. یادتون باشه اینجا ما یه پیلی دوقلو داشتیم در وسط پشت. دوباره همون پیلی رو به همون شکلی که بود طراحی بکنین. میشه حالت پیلی دوقلو داره. و دوختو تا انتها خطوط خط پهلو باید دقیقا منطبق روی هم قرار بگیرن. خط وسط پشت دقیقا منطبق روی هم، هم در آستر هم در رویه. اینا را با دقت انجام بدین. از داخل حلقه گردن پشت ببینین من اینا را برمیگردانم. موقعی که برمیگردانم آستر و رویه منطبق همن. پایین لباس رو نگاه کنین. ببینین این همون 2 سانتی بود که من اضافه برای رویه گذاشتم و آستر رو 2 سانتی متر کوتاه‌تر گرفتم. این همون کاره. ببینین اینجوری به این شکل در میاد. حالا اینو اتو بزنین دیگه خیلی زیبا میشه. فقط اگه خواستین اینو اتو بزنین بهتری یک کوک بزنین روش. اینم همون پیلی که گفتم باید داشته باشیم در وسط پشت آستر. کار بعدی دوخت آستینه. دقت کنین که دوخت آستینو باید طوری انجام بدین که چپ و راست آستین رو اشتباه نکنین. مخصوصا اگه پارچه‌تون مثل پارچه من ساده باشه، هر دو آستین رو موقعی که اینجوری سنجاق میزنین کنترل بکنین، رو بروی هم بذارین. ابتدا این دوتا خط رو که علامت زدین و سنجاق زدین اینا رو دوختشون رو انجام بدین، هم روی هم آستر. روی هم منطبق بکنین. توجه کنین که اشتباه نکنین سمت راست این آستینو. بعد این دوتا خط برش رو با این دقت باز بکنین از هم و بذارین روی هم و اینم سنجاق بزنین. حالا برای قسمت پایین هم همین کار رو میکنین. ببینین پایین روی 2 سانتی متر بازم بلندتره از آستر. آستر 2 سانت کوتاه‌تره. و این خط رو دوخت بزنین. حالا به این شکل که باز کنین از هم، موقعی که برمیگردانین
دو سانتی متری که اضافه گذاشتیم در روی مچ به این شکل در میاد. اینم یه اتویی بزنین همین جایی که سنجاق زدم، این خط یه اتو بزنین، بعد به این شکلی که الان من دارم برمیگردانم روی طرف بعدیشو با هم سنجاق بزنین. پارچه اصلی زاپاس دوخت و رو به آستر بذارین به این شکل تا حلقه آستین آستر. به این شکل این خط رو دوخت بزنین. بعد از اینکه کار دوخت تموم شد این خطوط رو با دقت اتو بزنین که از هم باز بشن. حالا اینو که برگردانین رویه و آستر روی هم منطبق شدن و خط دوختی هم بیرون نداریم. ببینین به این شکل این خط رو باید اتو بزنین که خط بیفته. بعد در حلقه آستین دوباره خطوطی که اتو زدین رو روی هم برگردانین به این شکل به طرف سمت چپ و راست برمیگردن این خطوط دوخت و اینها رو روی هم منطبق بکنین و اینها رو سنجاق بزنین. حلقه جلو گوتر از حلقه پشت آستین. پایین لباس را هم من کوک کردم چون میخوام موقعی که اتو میکنم اصلا لیز نخونن و خط اتو دقیق باشه. ببینین اما حلقه گردن و حلقه آستین را هم من کوک زدم که آستر و رویه از هم لیز نخورن موقعی که میخوام یقه را وصل کنم یا موقعی که میخوام آستین رو به حلقه آستین وصل کنم. این کوک ها هم خطوط راهنما هستن برای دوخت و هم باعث میشن که آستر و رویه از هم جدا نشن زیر دوخت و لیز نخورن. برای وصل آستین به بالاتنه موقعی که آستر کشی میکنین روش های متفاوتی وجود دارد. این روشی که من دارم روش کار میکنم روشیه به نظر من بهتر. چرا؟ چون آستر پیچ نمیخوره موقعی که میخواین اینو بپوشین. حلقه آستین رویه رو به حلقه آستین لباس که با هم منطبق کردم و کوک زدم ابتدا خود آستین رو وصل میکنم و بعد از اون میام آستر رو بهش وصل میکنم. خط وسط آستین رو با خط پهلو روی هم به این شکل منطبق بکنین. خط وسط تاج آستین که قبلا موقعی که برش زدین اونو علامت گذاری کردین اونم با سرشانه منطبق بکنین و یه سنجاق بزنین. این دوتا را که با هم سنجاق بکنین این دو محل دیگه آستین بدون مشکل در میاد. حالا دور تا دور چند تا هم دیگه دوباره سنجاق بزنین روی کار که معلوم بشه که آستینتون در تاج آستین چقدر باید خورد بخوره. حتما در کت و پالتو باید مقداری تاج آستینتون خورد داشته باشه. این خورد به خاطر ایستایی تاج آستینه که ایستایی زیباتری داره. ولی این زاپاسایی که اینجا ما تاج آستین داشتیم این همونی که خورد میخوره. ببینین خورد رو اینجوری من برش دادم. یه دوخت مستقیم روی تاج آستین، بعد حالا نخ زیر یا نخ ماسوره رو میکشم و خوردهای بسیار ریزی روی تاج آستین درست میکنم. همون مقدار اضافه‌ای که موقعی که سنجاق کردم داشتم روی تاج همون مقدار به صورت خورد با فاصله های منظم و دقیق اینا رو من پخش میکنم روی تاج آستین. برای اطمینان خاطر کوک بزنین ابتدا
بعد بذارین زیر چرخ. اینجوری کارتون بهتر میشه، چون حلقه آستین وصل کردن مقداری دقت زیادی میخواد، باید دقیق باشه، نباید حالت چین خورده داشته باشیم. خوردها حالت خورد باید داشته باشن، یعنی فقط حالت یه مقدار برجسته تری به تاج آستین میدن. ببینین، نباید حالت چین داشته باشن یا پیلی داشته باشن. حالا کوک ها رو بکشین. ببینین یه مقدار تاج آستین حالت برجسته پیدا کرد. بعد از اینکه کوکا رو کشیدین، آستر اینجوری برمیگرده روی حلقه آستین. این برجستگی رو اینجا که میبینین، اگه اتو هم بزنین دیگه اون حالت ریزچین ها هم از بین میره. کار بعدی روی یقه لباسه، اینو لایه چسبی میزنم. حالا این لایه چسبی رو میتونین برای هر دو طرف، یعنی دو بار لایه چسبی بزنین، میتونین یک طرفش رو لایه چسبی بزنین، دور تا دور دوختش رو انجام بدین. دوخت ها رو روی لبه لایه چسبی انجام بدین که بعدن موقع پوشیدن یا موقع شستن این لایه چسبی ها باز نشن. گوشه ها را قیچی کنین و برگردانین. با دقت اتو بزنین. کار بعدی روی همون کوک هایی که زدیم، محل دوخت رو مشخص کردیم، حالا یک طرف این یقه رو میتونین یک بار دیگه با دقت اینو ابتدا کوک بزنین و بعد بذارین زیر چرخ محل های کوک شده رو دوخت بزنین. محل کوک رو زیر چرخ بذارین. لایه بعدی رو که میخواین برگردانین، با دقت روی لبه دوخت اینو برگردانین، دوباره یک کوک. دقت کنین این کوکا خیلی کمک میکنه به کارتون. با این دقت ببینین بدون کم و زیاد کار در اومد. خط این کوکا رو بذارین زیر چرخ و یه دوخت مرتب روش بزنین. ولی من این کار رو نکردم. حالا این به سلیقه خودتون. من با دست یه دوخت از بالا، یه دوخت از لبه دوخت قبلی ببین میزنم و با دست تمام این قسمت رو طوری انجام دادم که اصلا دوخت معلوم نیست. اگه کوکا رو دقیقا روبروی هم بگیرین و دقیق در لبه دوخت قبلی، بدون مشکل این کار انجام شدنی و دوخت هم اصلا معلوم نیست. این کار یه مقدار حوصله و دقت میخواد. اتو که بزنین کاملا کار تمیز در میاد. آستین رو که وصل کردیم، هنوز آستر رو وصل نکردیم. آستر رو هم با دقت از روی خط دوخت ها، مشخصا این خطایی که ما داشتیم روی آستینمون، اینها رو روی هم ابتدا این دوتا خط رو منطبق بکنین، طرفین راست و چپ آستین رو. این خطوط قبلا اتو شدن و خطوطشون مشخصه. اینا رو که روی هم منطبق بکنین دیگه حلقه آستین روی هم منطبق میشه. وسط با استفاده از همون نوع دوختی که من با دست انجام دادم، اینجا میتونین همین کار رو بکنین. از نخ هم رنگ استفاده بکنین و به این ترتیب آستر رو دور تا دور روی خط دوختی که قبلا روی آستینتون، حلقه آستینتون با خود آستین داشتین، روی از
همون خط استفاده بکنیم به عنوان خط راهنما. ببینین به این شکل. و این دوخت ها رو روی زاپاس دوخت دارین میزنین.